سلام به روی ماه همه زبان آموزان عزیزم. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. خیلی خوش اومدید به این درس از آموزش زبان انگلیسی با کانال زبان.دات. من مهناز هستم و این درس ادامه درس مکالمه فعالیت‌های روزانه که ما در دو درس قبلی در واقع در رابطه با قسمت مورنینگ روتین، یعنی روتین یا کارهایی که به صورت عمومی در قسمت صبح از هر روز انجام میدیم و همچنین در رابطه با ورک روتین، یعنی اون روتینی که در محل کار بر ما میگذره صحبت کردیم. اما این جلسه میخواییم بریم سراغ قسمت آخر از فعالیت‌های روزانه، یعنی evening routine، و کامل بررسی بکنیم که بعد از اینکه کار تموم میشه برمیگردیم خونه چه کارهایی رو تا انتهای شب و قبل از خوابیدن انجام میدیم. اما قبل از اینکه بریم و درسمون رو شروع بکنیم، لطفاً و حتماً مطمئن بشید کانال ما رو سابسکرایب کردید و برای حمایت از ما متشکر میشم که این ویدیو رو لایک بفرمایید. اما بریم و در رابطه با اینکه بعد از تایم کار چطور روتین ما پیش میره، باز فعلاشو یاد بگیریم و متنشو بررسی بکنیم. این فعل‌ها فعل‌هایی هستن که وقتی کار تموم میشه برمیگردید خونه و کارهایی که حالا انجام میدید. ببینید، فعل اول take a nap. خب take به معنای گرفتن، nap میشه یه چرت کوتاه، یه خواب، همون چرت میشه دیگه، میگه یه چرت میزنم، یعنی یه خواب کوتاه 20 دقیقه نیم ساعتی. پس take a nap یعنی یه چرت زدن. اما فعل بعدی pick up kids. ببینید پیک به معنای چیدن، معنای اصلیش میشه چیدن. پیک آپ یعنی یه کسی رو از یه جایی برید بردارید. مثلا گفتیم در اسلاید قبل دراپ آف میکنید و یعنی اینکه مثلا بچه ها رو میبرید به مدرسه، دراپ آف میکنید، ولی اینجا پیک آپ میکنید، وقتی میدید دنبالشون و اونها رو حالا از هر جایی که هستن برمیدارید پیک آپ کیدز میکنید، یا حتی به جای کیدز میتونید از چیلدرن استفاده کنید. پس پیک آپ کیدز یعنی برید و بچه ها رو تحویل بگیرید از مدرسه یا هر جایی که هستن. و فعل بعدی گو شاپینگ. خب شاپینگ یعنی خرید، گو شاپینگ یعنی به خرید رفتن. فعل بعدی Do the cooking یعنی آشپزی، و Do the cooking یعنی آشپزی رو انجام دادن، که اصطلاحاً میشه غذا پختن و غذا درست کردن. و فعل بعد eat out یعنی بیرون غذا خوردن، حالتیه که تو خونه غذا درست نمی کنید و eat out می کنید، یعنی میرید بیرون برای غذا. فعل بعدی clean up. clean به معنای تمیز کردن، و clean up تمام اون پروسه لباس شستن و اتو زدن، خونه ها رو تمیز و جارو و اینها، کل این پروسه رو میتونیم از clean up استفاده بکنیم به معنای تر و تمیزکاری کردن. Play games. game به معنای بازی، و play games به معنای همون بازی کردن دیگه، حالا چه بازی کامپیوتری، کلا میشه بازی کردن. فعل بعدی watch one episode یعنی چی؟ watch به معنای تماشا کردن، episode یعنی یه قسمت از سریالی که دارید دنبال میکنید یا از اون مثلا تریلری که دارید دنبال میکنید. watch one episode، episode یعنی یه بخش از اون سریال رو تماشا کردن. و فعل بعدی read a chapter. ببینید read به معنای خواندن، chapter میشه فصل، یک بخش، یک فصل از کتابی که در واقع دارید میخونید، تو دست خوندن دارید دیگه. اوکی؟ read a chapter که اصطلاحا میشه کتاب خوندن. go to bed هم به معنای رفتن به تخت خواب، که اصطلاحا میشه عازم خواب شدن یا خوابیدن. همینطور که مجدد در این متن میبینید، من فعلهایی که بیشتر در روتین خودم استفاده میشد رو انتخاب کردم، از قیدهای تکرار که به رنگ آبی براتون نوشتم استفاده شده و همچنین از اتصال دهنده های جمله به رنگ قرمز باز هم استفاده کردیم که متنمون یه متن تر و تمیز باشه. ببینیم متن چی میگه. First I take a shower. خب اینو بهتون بگم که in the evening رو بهش اشاره بکنید. مثلا میگید in the evening یعنی در
قسمت عصر یا در روتین بعد از کارم First, I take a shower. خب, first میدونیم به معنای اول. اول چی کار میکنم؟ First, I take a shower. Take a shower میدونیم به معنای دوش گرفتن. در درس قبل این فعل رو یاد گرفتیم. I take a shower یعنی دوش میگیرم. اول از همه دوش میگیرم. Then, بعدش, I usually take a nap. Usually, من معمولاً take a nap. یه چرتی میزنم. To freshen up. این فعل قشنگیه. Freshen up یعنی که سرحال بشم. اوکی؟ کلن فعل freshen up از fresh میاد دیگه. Fresh یعنی تازه. حالا freshen up یعنی سرحال شدن و انرژی گرفتن. پس I usually take a nap to freshen up. یعنی معمولاً یه چرتی میزنم که سرحال بشم. I love cooking. من عاشق آشپزیم. ببینید love یعنی دوست داشتن و بعد از love فعلی که قرار میگیره انتهای فعل همیشه باید ing قرار بگیره چون بعد love باید جنسن یک کلمه اسم طور بیاد. اوکی؟ پس نمیگیم I love to cook یا I love cook. نه. I love cooking. I love cooking. یعنی من عاشق آشپزی هستم. I often do the cooking. یعنی من اغلب گفتیم do the cooking یعنی غذا درست کردن. من اغلب اوقات غذا درست میکنم in my house. تو خونم. یعنی تو خونه غذا درست میکنم. But اما I sometimes eat out for dinner. ببینید eat out گفتیم به معنای بیرون غذا خوردن. Eat out for dinner. Okay? پس But I sometimes eat out for dinner. یعنی این که اما گاهی اوقات غذا رو بیرون میخورم. Okay? After dinner یعنی بعد از شام. ببینید after یعنی بعد از. After dinner یعنی بعد از شام. I sometimes watch one episode یعنی من گاهی اوقات watch به معنای تماشا کردن watch one episode یعنی یه بخش از یه قسمت از اون سریالی که حالا دارم دنبال میکنم رو میبینم or یا read a chapter یعنی کتاب میخونم گفتیم read a chapter یعنی کتاب خوندن finally دوباره از اتصال دهنده های جمله استفاده کردیم Finally, میشه بالاخره یا در نهایت I go to bed by 11 یعنی میرم برای خواب که بخوابم حدود ساعت 11 یعنی قبل از اینکه 11 بشه من میخوابم این هم در واقع درس جامع در رابطه با فعالیت‌های روزانه باز هم میگم فعل‌هایی رو انتخاب بکنید ساعت‌هایی رو انتخاب بکنید که مختص به شماست در رابطه با فعالیت‌های روزانه morning work و evening routine رو با هم بررسی کردیم در هر سه قسمت شما هم برای تمرین روتینتون رو بنویسید صداتون رو ضبط بکنید که بدونید در واقع آیا میتونید روون صحبت بکنید آیا تمرینتون بازدهی رو که باید داشته باشه داشته یا نه بهترین کار برای تمرین اسپیکینگ این که بعد از اینکه مطالبی که به شما آموزش داده میشه رو میخونید صدای خودتون رو ضبط بکنید اون صدا رو بارها گوش کنید کلمه های مختلف رو از طریق دیکشنری تلفظ خودتون رو با تلفظ دیکشنری چک بکنید و اینها باعث میشه که اسپیکینگتون روز به روز بهتر بشه این دو ویدیو که مرتبط با درس امروز هست و پیشنهاد میکنم حتما ببینید و اگر دوست داشتید کانال زبان دات رو سابسکرایب بکنید که از اینجا به بعد ویدیوهای بیشتری در زمینه آموزش زبان بتونید دریافت بکنید.